سرخط خبرها، طالبان، کشورها در امور داخلی و ساختار حکومت و قوانین افغانستان مداخله نکنند. زنان معترض، فرایند دشمنی با زنان افغانستان پایان بخشیده شود. پس از حادثه دو روز پیش، 2 میلیون ترک‌تبار افغانستان از خواب غفلت بیدار شدند و رسماً وارد میدان شدند. مشروع خبرها، وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان در واکنش به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانستان با آن معیارات و مکلفیت‌های بین‌المللی متحد است که با شریعت اسلامی و معیارات فرهنگی در تضاد نبوده و به منافع ملی افغانستان آسیب نرساند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار کرده و بار دیگر ضمن تاکید بر ایجاد حکومت همشمول و برداشتن محدودیت‌ها بر حق کار و آموزش زنان و دختران افغان از طالبان خواست تا ممنوعیت‌های وضع شده را لغو کند و به مکلفیت‌های این کشور منحیث یک کشور عضو ملل متحد متحد باشد. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه ای گفت ما از همه کشورها می خواهیم که به اصل عدم مداخله احترام بگذارند و تمام تلاش ها برای مداخله در امور داخلی از جمله نحوه حکومتداری و قوانین ما را متوقف کنند. در بیانیه آمده است تاکید می کنیم که افغانستان به مسئولیت های جهانی در زمینه تامین امنیت، بازداری از سرحدات، جلوگیری از بروز تهدیدات، دسترسی به عدالت، مبارزه علیه قاچاق و از بین بردن مواد مخدر متحد است. در بیانیه وزارت خارجه طالبان از بخش از گزارش روزا اوتنبایوان نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان قدردانی شده است که تغییرات مثبت از جمله در راستای منع کشت کوکنار، ثبات اقتصادی، محو فساد، جمع‌آوری عواید، پرداخت معاشات، تامین امنیت و مبارزه با داعش را برجسته ساخته است. زنان معترض، فرایند دشمنی با زنان افغانستان پایان بخشیده شود. گروهی از زنان معترض افغان تعامل سازمان ملل متحد با حکومت طالبان را زیر سوال برده و تاکید کردند که حقوق بشری زنان افغان نباید قربانی معاملات سیاسی شود. گروهی از زنان افغان به نام مکتب انتقادی کابل روز پنجشنبه در نامه سرگشاده‌ای که پس از نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان نشر شد، وضعیت کنونی زنان افغان را همانند رفتار داعش علیه زنان ایزدی خواندند. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در امور افغانستان اکثر نمایندگان کشورها بر ضرورت تعامل با طالبان تاکید کردند، اما همه یک صدا طالبان را ترغیب کردند تا به حقوق بشر به شمول حق کار و آموزش زنان احترام بگذارند. رسانه افغانستان انترنشنال گزارش می‌دهد ترکان افغانستان جابجایی طالبان پاکستانی در شمال را یک پروژه شوم خواندند. ترکان افغانستان در نامه به دبیرکل سازمان ملل از جابجایی طالبان پاکستانی در شمال افغانستان ابراز نگرانی کردند و آن را یک پروژه شوم خواندند. در نامه آمده که این جابجایی مصداق بارز روابط نزدیک طالبان افغانستان با گروه‌های تروریستی است. نامه اعتراضی ترکان افغانستان روز پنجشنبه نوشته شده و در صفحات مجازی شمار از بزرگان این قوم و مقامات پیشینه جمله نقیب الله فائق والی سابق فاریاب منتشر شده است. در این نامه آمده است در حالی که اظهارات اخیر وزیر داخله پاکستان و سخنگوی گروه طالبان مبنی بر اسکان اعضای تحریک طالبان پاکستان در شمال کشور حاکی است، توافق طرفین برای تطبیق این پروژه شوم و غیر انسانی است، احتمالاً توقع می رود تا نگرانی های ما را با جانب پاکستان و گروه طالبان در میان گذاشته نتایج آن را رسماً با مردم افغانستان شریک کنید. ترکان افغانستان گفتند که استبداد قومی و سیاست‌های قوم محور در طول تاریخ معاصر افغانستان محکوم به شکست بوده و جز واگرایی و شکاف‌های قومی هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است. تأکید بر مبارزه با طالبان، ترکان افغانستان در بخش دیگر از نامه به دبیرکل سازمان ملل از عواقب سیاست‌های قومی و تبعیض‌آمیز طالبان و همچنین اسکان گروه‌های بیگانه و شبه نظامی تحت نام مهاجرین هشدار دادند. ترکان افغانستان تاکید کردند که دفاع از مال و جان را از حقوق مشروع خود می‌دانند و با تمام توان در برابر هر نوع تعرض و تهاجم ایستادگی خواهند کرد. جبهه مقاومت ملی پیشتر در بیانیه گفت که طالبان طبق یک پیمان ننگین با دولت پاکستان و برخی کشورهای دیگر تلاش می‌کند با جابجایی هزاران تروریست در شمال افغانستان را به وزیرستان مبدل کنند. موضع چین در جنگ اوکراین ادامه‌اش
واقعیت امر این است که ظهور چین به مثابه قدرت نوظهور اقتصادی محصول مراوده با جهان غرب است. چین بیش از آن که با شرق غرق تجارت باشد با غرب، چین زمان خیزش عظیم اقتصادی را تجربه کرد که سیاست درهای باز را پس از مرگ ماو تسه‌تونگ بنیانگذار جمهوری خلق چین به اجرا گذاشت. ورنه چون گذشته ممکن بود در منگنه فقر به نفذ بماند، چین از دهه 1980 تا این دم با غرب مراوده تجاری داشته و کوشیده است آن را حفظ کند. این گونه نیست که چین به سطح از رونق اقتصادی دست یافته باشد که بی نیاز از غرب باشد. چین ایده در حوزه اقتصاد و تجارت نمطلوب است و نممکن. یک کشور زمان می تواند رونق اقتصادی را تجربه کند که با سایر کشورها در داد و ستد باشد، نه اینکه با تمام خودکفایی گوشه دنجی بگزینند. اقتصاد به زغال می ماند که با تازه کردن در مسیر رونق قرار می گیرد. رونق اقتصادی چین نیز چنین است. چین البته با روسیه نیز مراوده تجاری دارد، ولی در سطح مراوده با جهان غرب نه. برای نمونه بر اساس گزارش ها حجم تجاری میان چین و امریکا در سال 2013 معادل 562 میلیارد دلار، میان چین و اتحادیه اروپا 440 میلیارد یورو و میان چین و روسیه 87 میلیارد دلار ارزیابی شده است. بدیهی است که چین با حمایت از روسیه در جنگ اوکراین نمیخواهد تجارت پر رونق خود با جهان غرب را فدای تجارت کم رونق با روسیه کند، چون حمایت از روسیه به مراوده تجاری چین با جهان غرب آسیب میزند. نکته دیگر برمیگردد به شکل و ماهیت نظام سیاسی چین. چین به شهروندان خود دموکراسی و حقوق بشر برای عرضه ندارد، چیزی که توانسته شهروندان چین را به حمایت از نظام سیاسی این کشور ترغیب کند. رونق اقتصادی از بین توان گفت که مشروعیت داخلی نظام سیاسی چین و همچنان پایداری و ثبات آن بسته بر رونق اقتصادی آن است. اگر رونق اقتصادی چین نمی بود، چی شورش های ممکن بود برپا شود و ای بسا که مدیریت جمعیت عظیم آن کشور دشوار بود. اقتصاد چین به شدت وابسته به نظم بین المللی است و هر تغییر در نظم بین المللی آن را متاثر می سازد. چین می خواهد به مثابه قدرت سلافرین شناخته شود. رفتار جمهوری خلق چین نشان می دهد که این کشور ظاهراً از برقراری ثبات در نظم بین المللی حمایت می کند. در هر جایی که جنگ بوده نقش پای چین کمتر دیده شده است. همچنین این کشور نسبت به سایر قدرت‌های بزرگ کمتر از جنگ‌های نیابتی حمایت کرده است. حزم و احتیاط چین در این زمینه برمی‌گردد به دغدغه این کشور در خصوص رونق اقتصادی. چین جنگ و بی‌ثباتی را به زیان اقتصاد ارزیابی می‌کند، حتی در برابر تایوان که خط سرخ چین است و آن را جزء جدایی ناپذیر خاک خود می‌داند، به نحو خاص است انعطاف نشان دهد. مقام‌های آمریکایی چند بار به تایوان سفر کردند، اما چین به تهدید لفظی اکتفا کرد. این نشان می‌دهد که چین آرام و خاموشانه هدف خود را دنبال می‌کند، نه با زورگویی و شاخ و شانه کشیدن. برای نمونه عربستان سعودی و ایران 7 سال تمام در نبرد نیابتی علیه یکدیگر به سر می‌بردند. ریشه و بی‌ثباتی خاورمیانه از اختلافات میان این دو کشور آب می‌خورد. هیچ قدرت نخواست یا هم نتوانست میان این دو کشور آشتی برقرار کند، ولی چین ناگهان وارد میدان شد و میان دو کشور پیمان دوستی به امضا رساند. گفته می شود که چین یک شبه به این دشمنی نقطه پایان نگذاشته است. بسیاری ها به این باورند که چین مدتها خاموشانه برای آشتی میان ایران و عربستان تلاش کرده بیان که سایر قدرت های بزرگ آگاه شوند. همچنان سفر چند روز قبل محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به چین را در همین راستا می توان معنا کرد. گفته می شود او از تلاش چین برای برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل با احتیاط استقبال می کند. در یک سالگی جنگ اوکراین چین طرح صلح دوازمادهی خود را ارائه کرد که موافق اتحاد کشورهای غربی نیافتاد. چین در اینجا می خواهد به دوستان و رقیبانش نشان دهد که به دنبال تأمین ثبات است نه جنگ. روسیه به مسابقه قدرت بزرگ بر اوکراین حمله کرده است و امریکا به مسابقه قدرت بزرگ از اوکراین حمایت می کند. اما چین به مسابقه قدرت بزرگ به خاطر پایان دادن به جنگ تلاش دارد. چین انتظار دارد آنگونه که ناگهانی از رخ دوستی میان ایران و عربستان پرده برداشت به جنگ میان روسیه و اوکراین نیز خاتمه دهد. تشکر که تا این دم با ما بوده. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب روزتان خوش. خداوند نگهدارتان.